سلام، در برنامه آموزشی امروز در خدمت شما هستم با برنامه Canada Family Sponsorship یا به تعریف فارسی برنامه تکفل خانواده در کانادا. اینطوری برنامه رو شروع میکنم، توضیحات برنامه رو شروع میکنم که اگر شما شهروند کانادایی هستین، یعنی اینکه پاسپورت کانادایی دارین، یعنی اینکه فردی هستین که اقامت دائم کانادا رو دارین، یعنی اینکه کارت اقامت یا PR کارت کانادا رو دارین و اینکه حداقل 18 سال سن دارین، میتونین افراد خانواده خودتون رو که باهاتون نسبت خانوادگی خاصی رو دارن برای اومدن به کانادا حمایت بفرمایید. افراد خانواده شما میتونن به کانادا بیان، در کانادا زندگی کنن، درس بخونن، کار کنن و اقامت دائم خودشون رو در کشور کانادا اخذ کنن یا بگیرن از دولت کانادا. سه تا گروه یا زیر مجموعه داره برنامه اسپانسرش به برنامه حمایت در کشور کانادا. میتونید همسر خودتون رو گروه اولن، گروه دوم والدین، پدر بزرگ و مادر بزرگ خودتون رو و گروه سوم وابستگان خودتون رو حمایت بفرمایید. هر کدوم از این سه تا گروه به اختصار براتون توضیح میدم. گروه اول همونطور که توضیح دادم میتونید از همسر خودتون، شریک زندگیتون یا فرزندانتون که به شما وابستگی مالی دارن حمایت کنید و اونا رو به کشور کانادا بیارید. در این مورد توضیحاتش اینطوری هست که اگر شما شهروند کانادایی هستین یا که کارت اقامت دائم کانادا رو دارین، میتونین همسر و فرزندان وابسته خودتون رو به کشور کانادا بیارین. اگر یکی از افراد خانواده خودتون رو حمایت میکنید، یعنی یا فرزندتون رو یا اینکه فرزندان وابسته خودتون رو، باید مدارک زیر رو فراهم کنید. اولا که باید بتونید ثابت کنید که نیازهای اساسی اونا رو برطرف میکنید. نیازهای اساسی شامل چیه؟ شامل غذا، لباس، مسکن برای خودتون و برای اعضای خانوادتون. باید بتونید خانوادتون رو همینطور از نظر مالی تأمین کنید و باید اطمینان حاصل کنید که افراد خانواده شما حمایت مالی از دولت کانادا نمیگیرن. همینطور بعد از اون با توضیح بدم که از تاریخ اول آگست سال 2014 CIC یا اداره شهروندی و مهاجرت کانادا تعریفش رو از بچه‌های وابسته تغییر داده. طبق قانون قبلی سن بچه‌های وابسته به خانواده سن 19 سال بود و الان تغییر پیدا کرده به، معذرت میخوام، در حال حاضر فرزندان باید 19 سال سن داشته باشن در صورتی که قبلا 22 سال سن داشتن. یعنی که شما اگر فرزندان وابسته به خودتون دارین که زیر 19 سال هستن، میتونید حمایتشون کنید و اونا رو به کانادا بیارید. به علاوه از تاریخ 22 دیسمبر سال 2014 همسر فردی که حمایت، همسر شما به عنوان فردی که میخواین حمایتش کنید و بیانش به کشور کانادا، میتونه اجازه کار باز بگیره. اجازه کار باز یعنی چی؟ یعنی که بهش اجازه کار میدن در کشور کانادا که بتونه زیر مجموعه هر شغلی کار کنه در کشور کانادا، میتونه کار کنه در کشور کانادا. همینطور میتونید حامی فرزند و همسر خودتون باشین، چه اونا در داخل کانادا زندگی کنن چه در خارج از کانادا، یعنی که محل زندگی اونا در شرط فعلی مهم نیست. اگر داخل کانادا هستن شما میتونید حمایتشون کنید و همینطور اگر خارج از کانادا هم هستن شما میتونید کماکان اونا رو حمایت بفرمایید. افراد خانوادهتون باید ثابت کنن که گواهی سلامت دارن، یعنی آزمون های پزشکی رو باید لطف کنن ارائه کنن و همینطور باید گواهی عدم سوء پیشینه رو از پلیس کشور مبدا خودشون بگیرن و به دولت کانادا بفرستن. همینطور باید افرادی که برای کانادا به خطر به حساب میان، یعنی که مجرم شناخته شدن قبلا، اجازه ورود به کانادا رو ندارن. واجد و شرط شدن حامی چجوری؟ یعنی شما به عنوان فرد حامی باید بتونید واجد و شرط بشین. یه توضیح قبل از این براتون میدم. افرادی که میخوان حمایت بشن و افرادی که حامی هستن، هر دو به طور مجزا باید واجد و شرایط بشن. شما حالا توضیحات الان در این مورد هست که شما به عنوان فرد حامی چه شرایطی رو میتونید داشته باشید. اینطوری هست که از نظر مالی باید بتونید افرادی رو که میخواین حمایت کنید تامین کنید. باید درآمد مشخص داشته باشین. اگر در گذشته فردی رو حامی بودین و از دولت و از خانواده شما، یعنی اون فردی که حمایتش کردین، از دولت درخواست کمک مالی کرده، دیگه شما نمیتونید حامی فرد دومی بشین. برای اینکه شما حامی باشین باید یه نامه بنویسین برای دولت کانادا و توضیح بدین و توافق کنید و تعهد کنید که از نظر مالی افرادی رو که میخواین حمایت کنید رو
میتونید کمک مالی بدین و میتونید ساپورت مالی یا حمایت مالی کنید اونا رو. همچنین این افراد بر اساس اینکه اون افراد چه رابطه‌ای با شما دارن، افراد نزدیکی هستن، چقدر چه ریلیشنی چه رابطه‌ای با شما دارن تفاوت میکنه. به فرض برای همسرتون تا 3 سال از زمانی که اقامت دائم خودشون رو میگیرن شما باید تعهد کنید که حمایتشون میکنید. برای فرزندانتون 10 سال با فرزندانتون رو حمایت مالی کنید، یا اینکه تا اینکه فرزندان تون برسن به سن 25 سالی به سن 25 سال. همینطور فردی که میخواد حمایت بشه خودش هم باید بتونه تعهدنامه بده و ثابت کنه که خودش هم سعی میکنه که خودش رو از نظر مالی حمایت کنه. شما به عنوان فردی که میخواین حمایت کنید فردی رو که بیاد به کانادا، واجد شرایط نمیشید اگر موارد زیر رو داشته باشین. اگر در گذشته توافقی داشتین، تعهدنامه‌ای داشتین، کسی رو آوردین کانادا و طبق اون تعهدنامه توافقنامه‌تون نتونستین رفتار کنین، همینطور اگر که در دادگاه واجب شده که شما خرجی فردی رو بدین، یا اینکه مجبور بودین، یا اینکه دادگاه اعلام کرده که شما باید از فرزندان خودتون حمایت مالی کنید و خرجی ندادین، یا اینکه فرزندان خودتون رو حمایت مالی نکردین، نمیتونید فردی رو دوباره حمایت کنید. همینطور اگر کمک مالی از دولت گرفتین جز موردی که ناتوان بودین، باز هم این مورد شاملتون نمیتونید کسی رو حامی کنید. همینطور اگر که محکوم شده باشین به جرم آزار و اذیت بر علیه افراد خانواده خودتون، یا که محکوم شده باشین به جرایم خشونت آمیز، یا اینکه اگر که گناهکار شناخته شدین برای صدمه زدن به افراد خانواده، اگر مورد تهدید کسی بودین یا که قانون شکنی کردین، در هر کدوم از موارد زیر که بسته به مورد هجوم یا قانون شکنی تفاوت میکنه، بسته به اینکه چه مدت پیش این اتفاق افتاده، بسته به اینکه آیا حکم تعلیق ثبت شده براتون یا اینکه خیر، و اینکه باید وضعیت جرم و جنایت به خشونت شما رو بررسی کنن. همینطور اگر در گذشته در عرض 5 سال گذشته اقامت گرفتین و حامی فردی به عنوان همسر شدید، اگر وام گرفتین و وام خودتون رو بر نگردوندین هنوز، اگر فردی مجرم هستین و سابقه کیفری دارین، یا اینکه اگر اعلام ورشکستگی کردین و هنوز ترخیص نشدین، همچنین موارد دیگه هم هست که میتونه باعث بشه شما نتونید حامی کسی بشین. مورد بعدی اینه که بعض از افراد 5 سال ممنوع میشن که حامی کسی باشن. اون افراد کی هستن؟ افرادی هستن که خودشون حامی شدن برای که اومدن به کانادا توسط همسر قبلشون. به فرض شما ازدواج کردین، تشریف آوردین کانادا توسط همسر قبلیتون. با توجه به یعنی اگر که همین شرایطی داشتین تا 5 سال نمیتونید حامی نفر بعدی بشین. طبق تغییراتی که در وضعیت قانون کانادا، در قانون مهاجرت کانادا ایجاد شده، اگر همسر شما قبلا حامیتون بوده برای مهاجرت و شما اکنون میخواین حامی همسر جدیدی بشین برای اونو بیارین به کشور کانادا، تا 5 سال نمیتونید این کار انجام بدین و تا 5 سال این قانون برای شما قابل اجراست و بعد از اون 5 سال میتونید این کار انجام بدین. ولی این قانون شامل اعضای خانوادتون نمیشه، پس این قانون فقط بین زن و شوهره. یعنی که اگر شما همسر فردی بودین و اون همسر اول شما رو به کانادا آورده و الان کمتر از 5 ساله که شما در کانادا هستین، نمیتونید فرد دیگه رو به عنوان همسر جدیدتون به کانادا بیارین. مورد بعدی اینه که در مورد ارائه درخواست برای حامی بودن همسر یا فرزندان خودتون 2 مرحله وجود داره. اولا که میتونید این مرحلهش اینه که فرزندان وابسته و یا همسر شما میتونن خودشون برای کارت اقامت خودشون درخواست کنن. در این مورد شما باید پرونده درخواست اونا برای گرفتن کارت اقامت رو بذارین، به علاوه این که پرونده خودتون به عنوان اینکه میخواین حامی اونا بشین. مورد بعدی یعنی راه دیگه اینه که شما به عنوان فردی که اقامت دائم کانادا رو داره یه پرونده میذارین که میخواین حامی بشین. اون پرونده رو باید بفرستین به CPC یا مرکز پردازش مورد در کشور کانادا. این مرکز اعلام میکنه که آیا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا پرونده شما رو میپذیره یا اینکه خیر. این مورد اول بود، اگر که شما میخواین حامی همسر یا فرزندان خودتون بشین که فرزندانتون گفتم طبق قانون جدید باید زیر 19 سال باشن و اون فرزندان باید نیازمند مالی وابسته به شما باشن.
مورد دوم که میخوام براتون توضیح بدم، موردی هست که شما میتونید اون افراد رو حمایت کنید، یعنی که بتونید اونا رو میتونید اسپانسر بشین. اسمش هست حامی شدن پدر و مادر یا والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگتون. در این مورد اگر شما فردی هستین که اقامت کشور کانادا رو دارین، یعنی کارت پی آرتون رو دارین، یعنی که شهروند کانادایی هستین، یعنی اینکه پاسپورت کانادایی دارین، میتونید واسه والدین خودتون یا پدر بزرگ و مادر بزرگتون درخواست حمایت کنید. یعنی میتونید درخواست بدین که میخواین حامی اونا بشین برای که بیان به کانادا و کارت اقامت خودشون رو بگیرن. این مورد طبقه بندی میشه زیر مجموعه طبقه بندی خانواده یا FC یا فامیلی کلاس. در این مورد شما دوباره مسئول هستین که افراد خانوادهتون رو، یعنی والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگتون رو، نیازهای اساسیشون رو تامین کنید که شامل غذا، خوراک، پوشاک و محل زندگی میشه. همینطور باید از نظر مالی اونا رو بتونید حمایت کنید در کانادا. به عنوان حامی باید اطمینان داشته باشین که والدینتون یا پدر بزرگ و مادر بزرگتون که تحت حمایت شما به کشور کانادا میان، نیازهای اجتماعی و نیازهای مالی از دولت کانادا دریافت نخواهند کرد. همینطور هم شما هم فردی که میخواین بکنید، هم شما به عنوان فرد حامی، یعنی که فردی که میخواین به کشور کانادا بیاین، هر دو طرف باید تعهد کنن که هر دو طرف با تعهد کنن که میتونن از عهده شرایط مالی بر بیان. مورد بعدی اینه که متقاضیان باید ثابت کنن که آزمون‌های پزشکی رو گذروندن، عدم سوء پیشینه دارن از کشور ابتدای خودشون. متقاضیانی که سوء پیشینه دارن باید اجازه ورود به کانادا هم داشته باشن. بعضی ها هستن اجازه ورود به کانادا رو ندارن. همینطور افرادی که برای کانادا خطر دارن نمیتونن بیان به کانادا، متقاضیان باید گواهی مجاز از پلیس کشور خودشون بیارن یا همون گواهی عدم سوء پیشینه. همچنین باید دوباره خلاصه میکنم، گواهی آزمون پزشکی و عدم سوء پیشینه رو باید داشته باشن. تمام جزئیات در مورد این دو مورد، یعنی در مورد گواهی پزشکی و عدم سوء پیشینه، در فرمهای تقاضای اداری شهروندی و مهاجرت کشور کانادا وجود داره. حالا شایستگی فرد حامی در این زمینه، در زمینه حامی شدن به پدر مادرش یا پدر بزرگ و مادر بزرگش چجوری برآورد میشه؟ شما به عنوان فردی که شهروند کانادایی هستین، اقامت کانادا رو دارین، باید حداقل 18 سال سن داشته باشید. واجد شرایط نخواهید بود اگر که در گذشته ادعا کردین که فرد رو از نظر مالی حمایت میکنید و نتونستین این کار بکنید. یعنی که اگر در دادگاه مقصر شناخته شدین، باید خرجی میدادین، یعنی که باید به بچه هاتون رو حمایت مالی میکردین و این کار رو نکردین. اگر از دولت کمک مالی دریافت کردین، به جز مواردی که ناتوان بودین. اگر مرتکب خشونت و آزار و اذیت خانوادگی شدین، اگر با توجه به ماهیت جرم، چه مدت قبل این جرم صورت گرفته، با توجه به اینکه آیا به عنوان تعلیق ضبط شده جرمتون یا اینکه خیر، و اگر قصور داشتین در پرداخت وام مهاجرتی، یعنی دیرکرد داشتین یا اینکه فراموش کردین وامتون رو پرداخت کنین، یا اینکه اگر فردی مجرم هستین یا اینکه سابقه کیفری دارین و نمیتونید کماکان اقدام کنین. همینطور اگر اعلام ورشکستگی کردین، ورشکستگی خودتون رو هنوز رفع نکردین. همینطور موارد دیگه هم هستن که باعث میشن شما واجد و شرایط حامی شدن برای پدر مادرتون یا پدر بزرگ و مادر بزرگتون نشین. بعد از اون باید توضیح بدم که شما زمانی که حامی پدر بزرگ و مادر بزرگتون که والدینتون میشین، باید اقامت که اونا اقامت دائم در کشور کانادا بگیرن، باید بتونید از نظر مالی هم ثابت کنید که اونا رو میتونید حمایت بفرمایید. مورد بعدی اینه که باید براتون توضیح بدم که حامی شدن یه تعهد بزرگه. اگر تعهدی میدین که همسرتون، فرزندان که بهتون وابسته هستن و زیر 19 سالن، پدر و مادرتون، پدر بزرگ و مادر بزرگتون رو میخواین حامی کنید، باید بتونید از عهده این تعهدی که میدین بر بیاین. در مورد اینکه میخواین حامی پدر بزرگ و مادر بزرگ یا اینکه والدینتون بشین، باید یه سری شرایط داشته باشین. توضیحات قبلیم شرایطی بود که شما نمیتونستین حامی بشین. حالا در مورد مسائل توضیح میدم که این شرایط باعث میشه شما بتونید حامی بشین. شما به عنوان فرد حامی باید بین شما که فرد حامی هستین و فرد مقابلتون که فرد حامی شونده هست، یه تعهدی باید بینتون امضا بشه و متعهد بشین هر دو طرف که از نظر شرایط مالی شما میتونید فردی که میخواین حمایت کنید رو حامی باشین و کمک مالی بهش کنید، و همینطور اون هم با تعهد بده که میتونه خودش تلاش کنه که از نظر مالی خودش رو حمایت کنه.
اگر که فرزند، اگر این فرد فردیه که فرزندان وابستهتون که زیر 22 سال هستن رو نمیخواد ازشون امضا بگیرن و لازم نیست اون تعهدنامه رو امضا کنن. همینطور اگر که میخواین در کبک زندگی کنید و باید تعهدنامه مخصوص استان کبک رو پر کنید. یه بار دیگه توضیح میدم، بین فرد حامی کننده و حامی شونده باید یه تعهدی صورت بگیره که هر دو طرف به همدیگه از نظر شرایط مالی کمک میکنن، به استثنای اینکه اگر فرزند زیر 22 سال داشته باشه نیاز به تعهدنامه نیست. اگر هم در استان کبک زندگی میکنید، تعهدنامه مخصوص استان کبک رو باید لطف بفرمایید پر کنید. مورد بعدی اینه که باید بین 3 تا 10 سال بتونید تعهد بدین که فردی رو که میخواین حمایت کنید رو میتونید حمایت مالی کنید. این 3 تا 10 سال بستگی به اینکه اون فرد رابطش با شما چی، همسرتونه، فرزندتونه کیه تعریف میشه و همینطور این 3 تا 10 سال این دوره زمانی از زمانی شمرده میشه، از زمانی حساب میشه که فرد حمایت شونده شما به کشور کانادا میاد و کارت اقامت خودش رو دریافت میکنه. مورد بعدی اینه که برای که بتونید حامی پدر بزرگ و مادر بزرگتون یا که والدینتون رو باشین باید در کانادا زندگی کنید. در این مورد دو تا راه وجود داره مثل روش بعدی. مورد اول اینه که خود والدینتون یا پدر بزرگ و مادر بزرگتون باید درخواست اقامت دائم بدن به کشور کانادا. بعد شما اون درخواست رو به اضافه درخواست حامی شدن، درخواست اینکه میخواین حامیشون بشین رو میذارین، این دو تا پرونده رو کنار هم برای دولت کانادا میفرستین. مورد بعدی، این مورد دوم اینه که شما به عنوان شهروند کانادایی، کسی که کارت اقامت کانادایی داره، با درخواست حامی شدن بدین. درخواست حامی شدن چجوری درخواست رو ارائه میدین به دولت کانادا؟ میایین پرونده رو میفرستین به مرکز مورد پردازش که پرونده‌تون پروسه بشه. اونجا بهتون جواب میدن که آیا پرونده شما رو اداره مهاجرت و شهروندی کانادا قبول میکنه به عنوان که شما حامی بشین یا اینکه نه. یعنی چی؟ یعنی که اونجا برآورد میکنن که آیا شما صلاحیت حامی شدن رو دارین و واجد و شرایط هستین یا اینکه خیر. مورد سوم، مورد آخری که میخوام براتون زیر مجموعه پرونده های اسپانسرشیپ، پرونده های حمایت، وقتی که میخواین حمایت کنید کسی رو برای که بیان به کانادا و کارت اقامت رو بگیرن، براتون میخوام توضیح بدم. مورد آخر، حمایت کردن یا حامی شدن فامیل یا وابستگانتونه. این مورد موردی هست که توضیحاتش به این شکله. اگر شما شهروند کانادایی هستین، یعنی پاسپورت دارین، یعنی که اقامت دائم کانادا رو دارین و همینطور حداقل 18 سال دارین، میتونید حامی فامیل یا وابستگان خودتون بشین که به کانادا مهاجرت کنن. و شرایطی که شما رو حامی میکنه به صورت زیره، باید بتونید توانایی نیازهای اساسی اونا رو، یعنی نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن رو برای خودتون و اونها تامین کنید. باید بتونید فامیل و وابستگانتون رو از نظر مالی حمایت کنید وقتی که به کانادا میان. همچنین باید مطمئن بشین که همسرتون، فامیلتون یا فردی که میخواین حامیش کنید که در این مورد فامیل یا وابستگانتون هست رو از نظر مالی تامین میکنید و اونا نیاز ندارن که از دولت کانادا حمایت مالی بگیرن. بعضی از بستگانتون ممکنه واجد شرایط مهاجرت به کانادا باشن و بتونن اقامت دائم رو بگیرن. در این مسیر شما میتونید اونا رو حمایت کنید. بستگانتون باید آزمون سلامت رو به دولت کانادا ارائه بدن و ثابت کنن که از نظر فیزیکی سالم هستن. همینطور باید بتونن مدرک عدم سوء پیشینه رو هم تهیه بفرمایند از پلیس مجاز کشور ابتدایشون. در مورد موارد آزمون‌های پزشکی و توضیح در مورد گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس مجاز کشور مبدا، توضیحات در فرم‌های حامی شدن وجود داره. حالا حمایت کردن بستگانی که واجد و شرایط هستن بدین صورته. اگر شما حامی و بستگان خودتون میشین، حتما باید شهروند کانادایی باشین یا اقامت کانادا داشته باشین یا اینکه حداقل 18 سال سن داشته باشین. واجد و شرایط نمیشین اگر که در گذشته توافقنامه رو برای حامی شدن فرد دیگه امضا کردین و اون توافقنامه رو و تعهدنامه رو رعایت نکردین. اگر در دادگاه مقصر شدین که خرجی بدین یعنی که کمک خرجی بدین به فرزندانتون و اونو پرداخت نکردین، اگر از طرف دولت
حمایت مالی شدین و اون حمایت مالی در مواردی بوده جز اینکه شما ناتوان بودین. اگر متعهد، اگر که گناهکار شناخته شدین، مجرم بودین، هر جرم و گناهی که بر علیه افراد خانوادتون بوده و اونها رو دچار خشونت و آزار و اذیت کردین، باز هم مجاز نیستید. و این موارد، یعنی آزار و اذیت و خشونت بر علیه افراد خانواده، بر اساس مورد جرم، بر اساس اینکه چه مدت قبل این جرم صورت گرفته و بر اساس اینکه آیا تعلیق شدین و این مورد جرمتون ضبط شده یا اینکه خیر، تفاوت میکنه. همچنین اگر وام مهاجرتی از دولت گرفتین و هنوز وام خودتون رو پرداخت نکردین، یا اینکه اگر فردی مجرم هستین و سابقه کیفری دارین، یا اینکه اگر اعلام ورشکستگی کردین و هنوز اون رو رفع نکردین، همینطور موارد دیگه هم هست که میتونه باعث بشه شما واجد و شرایط برای حامی شدن اعضای خانواده، فامیل و وابستگانتون نباشین. برای اینکه حامی باشین باید موارد زیر رو داشته باشین. باید درآمدتون به اندازه دستور عملی باشه که گفته میشه و توضیح داده میشه. اتفاقنامه مالیتون باید اینجوری باشه که بعد تا 10 سال فردی که میخواین حامی کنید، حمایتش کنید، حتما بتونید از نظر مالی ساپورتش کنید و حمایتش کنید. بسته به سن و نوع رابطتون تغییر میکنه این سالهایی که باید اونها رو از نظر مالی تأمین کنید. و این دوره زمانی از وقتی که شما میشه که اون فرد که حمایتش کرده به کشور کانادا اومده، اقامت دائم خودش و کارت اقامت خودش رو دریافت کنه. همچنین فرد حمایت شونده، یعنی اعضای خانواده یا بستگانتون، در این روش باید خودشون هم تعهدی بدن، بتونن تلاش کنن که شرایط مالی خودشون در اینجا مهیا کنن. فرزندان وابسته، یعنی زیر 19 سال، نیازی نیست که تعهدنامه امضا کنن. بعض از موارد، یعنی اکثر این موارد مشابه هست در مثل روش‌های قبلی، یعنی که اگر می‌خواید همسرتون، فرزندان وابستهتون، پدر مادرتون، پدر بزرگ و مادر بزرگتون، و الان دارم در مورد بستگانتون، فامیل و خویشاوندانتون توضیح میدم، موارد مشترکه، ولی من طبق هر زیر مجموعه توضیحات رو کامل دوباره خدمتتون عرض می‌کنم. مورد بعدی اینه که چه فردی میتونه حامی باشه. حامی کی؟ حامی فامیل و وابستگان و خویشاوندان. اولا که دو تا انتخاب دارین در این زمینه. انتخاب اول اینه که باید بستگان نزدیک رو که میخواین حمایت کنید که بیان به کشور کانادا کارت اقامت بگیرن، باید یتیم باشن. یعنی که وابستگانتون باید زیر 18 سال باشن، همسر نداشته باشن. این افراد میتونن یکی از موارد زیر باشن. خواهر و برادرتون که یتیم هستن، دختر خواهر، پسر خواهرتون که یتیم هستن، و دختر و پسر برادرتون کماکان یتیم هستن، یا که نوهتون اگر که دوباره یتیم هستن. انتخاب دوم بستگان دیگرتونه، یعنی که میتونید حامی یکی از افراد خانوادهتون بشین اگر که خودتون در کانادا تنهایین. یعنی چی؟ یعنی که اگر خودتون همسر ندارین، میتونید که از بستگانتون رو حامی بشین که بیان به کشور کانادا و اقامتشون رو در اینجا بگیرن. اگر که همسر ندارین، پسر یا دختر ندارین، والدین ندارین و پدر بزرگ و مادر بزرگ ندارین، خواهر، برادر، عمه، عمو، دایی، خاله، دختر و پسر خواهر و برادر هم ندارین. یکی از این افراد رو اگر دارین نمیتونید حامی بشین که از افراد بستگانتون در خارج از کشور کانادا بشین. اگر یکی از این افراد رو دارین دیگه نمیتونید حامی بشین. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم این هست که اگر خویشاوند شما همسر داره، کسی که میخواین دعوت کنین به کشور کانادا برای که اینجا بیاد پیشتون زندگی کنه یا اینکه بخواد کارت اقامت بگیره، اگر که همسر داره، یعنی فردی که میخواد به کانادا بیان و فرد دومی را هم داره با خودش، باید اون فرد هم زیر مجموعه پرونده خودتون کنید. همینطور اگر خویشاوندتون واجد شرایط نیستن که حمایت بشن از طریق شما، میتونین از طریق یه برنامه دیگه که اسمش هست برنامه ورود سریع به کانادا یا برنامه اکسپرس انتری، میتونید از اون طریق براشون درخواست بدین. توضیحات کامل در مورد برنامه ورود سریع به کانادا در یکی از برنامه‌های آموزشی شرکت اینکیوبیت هست. شما رو دعوت میکنم که اون برنامه آموزشی رو نگاه بفرمایید. اینجا توضیح کلی براتون میدم که اون این روش یک روش سریع برای ورود به کانادا است، برای افرادی که مهارت خاصی دارن، که تجربه خاصی دارن، سن خاصی دارن و بتونن، این افراد بتونن ثابت کنن که مشارکت میتونن بکنن در اقتصاد کانادا. یه سری امتیاز بندی داره روش ورود سریع به کانادا که زیر مجموعه اون روش افراد امتیاز میگیرن و میتونن به کشور کانادا بیان. روش سریع هست برای گرفتن اقامت به کانادا اگر که واجد و شرایط باشن.
خلاصه اینکه اگر میخواین یکی از حامی یکی از خویشاوندان خودتون باشین و تمام شرایط دارین، دو تا مرحله رو باید طی کنین. اولا که اون بستگان شما یا اون فامیل شما میتونن درخواست اقامت بدن، شما درخواست اقامت اونا رو به علاوه درخواست حامی شدن خودتون رو، این دوتا رو هر دو رو میفرستین برای اداره مهاجرت و شهروندی کانادا. یا اینکه شما درخواست حامی شدن خودتون رو میفرستین به مرکز مورد پردازش کشور کانادا، اونا بررسی میکنن که آیا شما واجد شرایط حامی شدن اونا هستین یا اینکه خیر. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. کماکان ازتون خواهش میکنم که قبل از اینکه هر برنامه‌ای رو زیر مجموعه شرایط خودتون در نظر بگیرید، لطف بفرمایید که توجه بفرمایید که آیا واجد شرایطتون برنامه خاص هستین یا نه. شرکت مهاجرتی اینکیوبیت خوشحال میشه که بتونه در تصمیمات مهاجرتی شما به شما کمک کنه و خوشحال میشه که شما به عنوان موکلینش باشین. روز خوش، خدا نگهدار.